گرانی، فقر، تورم و بیکاری در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی بیداد می کنند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به 14.2% رسیده است. مجلس شورای اسلامی از حرکت رو به افزایش تورم خبر می دهد. رشد قیمت ها از اردیبهشت ماه آغاز شده. مسکن، خوراک و پوشاک بنابرای گفته مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی با تورمی 30% روبرو هستند و تا پایان امسال افزایش بیشتری پیدا خواهند کرد. و این در حالی است که بیکاری نیز فزونی پیدا کرده است. مناطقی چون کردستان، بلوچستان و خوزستان در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته و بیکاری نیز یکی از معضلات مهم افزوده شده بر ستم ملی است. کولبران و کاسبکاران مرزی از سوی مأموران جمهوری اسلامی یا بارهایشان ضبط می گردد یا به ضرب گلوله کشته می شوند. اما با بر سر کار آمدن دولت دهم احمدی نژاد، طرحی با نام قانون هدفمند کردن یارانه ها به اجرا در می آید. خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امسال را با نام جهاد اقتصادی نامگذاری می کند. هدفمند کردن یارانه ها پاسخی مثبت به وضعیت اسفبار اقتصادی مردم ایران نمی دهد. بسیاری از مردم برای پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن با مشکل روبرو شده اند. برخی از مردم بر این باورند که مبلغ 44500 تومان برای یارانه نقدی کافی نیست. رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید اقتصاد ایران تحمل افزایش نقدینگی بیش از 15% را ندارد، در حالی که رشد نقدینگی 24% می باشد. کارشناسان هشدار می دهند که با این نرخ بالای رشد نقدینگی امکان مهار تورم وجود ندارد. آیا جمهوری اسلامی قادر خواهد بود وضعیت اسفبار اقتصادی ایران را حل نماید؟ آیا تورم در ایران مهار خواهد شد؟ گرانی، بیکاری و فقر آیا با سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته است به پایان خواهد رسید؟ فساد مالی مسئولان ردبالای جمهوری اسلامی چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشته است؟ فساد مالی و اقتصادی در کشورهای منطقه به اعتراضات مردمی و انقلاب انجامید. آیا ایران نیست؟ بدین سمت و سو خواهد رفت؟ دلایل ستم اقتصادی بر ملیت‌های کرد، بلوچ و عرب چیست؟ و آیا هدفمند کردن یارانه‌ها بحران اقتصادی ایران را به چه سمت و سوی می‌برد؟ آیا تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیرگذار بوده است؟ بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. مسائل مطرح شده در خصوص وضعیت اقتصادی ایران و بحران اقتصادی را در برنامه صفحه دیگر با میهمان گرامی آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. جناب آقای شریعت مداری، سلام و درود بر شما. سلام بر شما و درود به همه شنوندگان و بینندگانتان در هر کجا که هستند. بله، به عنوان اولین سوال بفرمایید که اقتصاد کنونی ایران را جناب عالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این اقتصاد از اساس مریض است و با اصلاحات مقطعی حتی اگر می‌توانستند و حسن نیت داشتند هم قابل اصلاح نبود، برای اینکه
اقتصادی که مبتنی بر رانت نفتی و سایر مواد زیرزمینی بنا شده باشد و به یک تولید صنعتی متناسب با اشتغال زایی دینامیک متکی نباشد، به هر صورت بیشتر آسیب پذیر است و مبتنی بر قیمت‌های نفت در بازار جهانی است و همچنین قادر نیست که اشتغال تأمین بکنه. بنابراین حتی اگر شرایط فعلی که اصل اقتصادی از خارج و سیاست‌های غلط اقتصادی در داخل دست به دست دادن نبود، هم این اقتصاد بیمار بود و باید از اساس اصلاح می‌شد. از نظام ارزی ایران یک نظام کنترل شده است، قیمت‌ها واقعی نیستند، سرمایه گذاری پایینه، هدفمند کردن یارانه‌ها که در یک نظام صحیح اقتصادی می‌تواند بسیار برنامه خوبی باشه، در یک نظام ناقص، فاسد و غلط اقتصادی می‌تواند نتایج بحرانزایی داشته باشه، به خصوص که شرح خواهیم داد چگونه برخلاف هدف خودش عمل می‌کند و چگونه می‌توان نشان داد که اهداف اعلام شده اون با اهداف واقعی که آقای احمدی نژاد در نظر داشته کلن فرق می‌کرد. بله، اشاره داشتین به مسئله بودجه جمهوری اسلامی ایران که در مجلس به تصویب رسید. مبنی بر این که اگر مبنی بر قیمت نفت بودجه جمهوری اسلامی و بودجه ایران به تصویب رسیده است، یعنی اگر قیمت نفت پایین بیاید مسئله بودجه مشکل خواهد داشت. نظر جناب عالی در خصوص این مسئله قیمت نفت و ارائه بودجه به از راه قیمت نفت؟ بله، ارائه بودجه از راه قیمت نفت اشکالات فراوانی داره، از جمله اینکه باید سطح فروش و سطح قیمت را با حدسیات تعیین بکنند و دولتی که میخواهد بودجه انبساطی عرضه کنه معمولا با خوشبینی بسیار فروش نفت را در بالاترین حد و قیمت اون رو در حدی خوشبینانه ارزیابی میکنه. این قیمت در سالهای اخیر رو به بالا بوده، ولی همگان یادمان هست که در دوره آقای رفسنجانی و چند دوره دیگر قیمت نفت به شدت پایین آمد و اقتصاد ایران را دچار مشکلات اساسی کرد. علاوه بر آن، قیمت نفت اگر هم بالا باشه و این پول به ایران بیاد و اگر هم حس اقتصادی نباشه، این پول در حقیقت مانند یارانه‌ای در بین ملت پخش میشه و فقط ارزاق و لوازم زندگی رو مقداری به فراوانی در دسترس مردم قرار میدهد بدون اینکه ایجاد اشتغال بکنه. مشکل ایران این هست که در سال 1,000,000 شغل جدید میخواد تا میزان بیکاری رو در وضع فعلی خودش حفظ بکنه. این مقدار ایجاد شغل احتیاج به سرمایه گذاری، تکنولوژی و صنایع جنبی، صنایع پایین دستی و بالا دستی و تسهیلات سازمان یافته اجتماعی و دولتی کارا و کاردان است و هیچ کدام از اینها در ایران وجود ندارد. بله، آیا برنامه ریزی های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با معیارها و استانداردهای جهانی همخوانی داره در واقع؟ ببینید، این که یک نظامی که بر 70 و چند میلیون مردم مسلط است هیچ برنامه‌ای نداشته باشه اصلا امکان اداره کشور رو نداره. ولی وقتی برنامه های یک حکومتی مبتنی بر یک کنسپت واقعی دراز مدت و میان مدت نباشه و هدفش ایجاد تعاون با جامعه جهانی، جلب سرمایه گذاری، جلب تکنولوژی و ایجاد صنایع پیشرفته و تولید نباشه، چنین اقتصادی به کلی یک اقتصاد روزمره و باری به هر جهتی است که فقط به درد این میخوره که چند سبایی یک نظام را بر سر کار نگه داره و باعث بشه که تضادها و ندانمکاری اون تحت پوشش پول بالاورده نفت کمتر به چشم بخوره.
اقتصاد ایران از این مرض مزمن برخوردار است، مضافاً که یک اقتصاد مبتنی بر رانت است. اقتصاد مبتنی بر رانت گروه های رانتخار مافیایی ایجاد میکنه که بسیار فاسدند. و این گروه ها چه کسانی هستند؟ در اقتصادی از یک حدی بالاتر رفت مخل سیستم اقتصادی است و اقتصاد در چنین سیستمی اصولا ناتوان و کمکار خواهد بود. بله. ایران از همه این معایب رنج میبره. بله. در مورد گروه های رانتخار صحبت کردین. گروه های رانتخار در جمهوری اسلامی در واقع چه کسانی هستند؟ از ابتدای انقلاب تا به حال گروه های رانتخار تحول کیفی کردند. ابتدا گروه هایی که امروز به عنوان اصلاح طلبان و گروه های اصولگرا بودند در حکومت به تناوب دست داشتند و همه اونها از مزایای این پول بادآورده استفاده می کردند و گروه های خودشون رو تقویت می کردند و میلیاردرهای رانتخار به وجود آمد. ولی از دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی به تدریج سپاه وارد عرصه اقتصاد شد و امروز بزرگترین گروه های رانتخار سرداران و سپهسالارانی هستند که لباس خودشون رو عوض کردند، چه به لحاظ شخصی و چه به عنوان کارگزار نیروهای مسلح.